با شروع موج چهارم کرونا در ایران، ظرفیت تخت‌های بستری در بیشتر بیمارستان‌ها تکمیل شده است. حالا بسیاری از بیمارانی که نیازمند بستری هستند، باید منتظر خالی شدن تخت بمانند. بیمارستان مسیح دانشوری به دلیل تکمیل شدن ظرفیت بخش‌های کرونا، با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام بخشی جدید برای تزریق دارو و اکسیژن درمانی را هندازی کرده است. پذیرش روزانه این بیمارستان صحرایی که فعالیت شبانه روزی خود را از هفته گذشته آغاز کرده به 100 بیمار رسیده است. این بیمارستان صحرایی که ما گذاشتیم در این قسمت به خاطر معیدات تزریق رمز زیبیرمون هست در واقع. داروهای بسیار صرفه جو واقعا جایی برای بستری مریضی که واقعا وجود نداره به خاطر اینکه تعداد مریض‌ها خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکرش رو می‌کردیم بود. در این چیز این مریض‌ها با دیدیم که دارو بگیرن و منزل تشریف ببرن خیلی اوضاع بهتر میشه، حداقل مریض‌های بدحال‌تر بستری بتونن بشن. ما در واقع دو قسمت این کانکسمون داریم. قسمت اورژانسمون هستش که در واقع مریض ها وارد میشن، از تریج خاکستری انجام میشه، درخواست دستور پزشک نوشته میشه، وارد این قسمت میشن. یه قسمت اورژانسمون 6 تخته هستش که مریض اکثرا دوز اولمون اونجا بستری میکنیم، پزشک مقیم 24 ساعته هم که اینها رو مانیتورینگ میکنه. یه قسمت دیگه هم داریم که 11 تخت دوباره قسمت بستریمون داره که اونجا 11 تخت مریضایی که دوزهای بالاتر نیاز دارن بستری میشن و اینکه 24 ساعته در واقع این کار داره تکرار میشه و انجام میشه. اما خب لود بیمار به شدت زیاده و واقعا نیروها دارن خسته میشن از این لود. و اینکه از اینجا هم اگه نیاز به بستری داخل بخش باشه، مانیتورینگ بخواد، بخشای حالا خاص رو بخواد، از همینجا ما منیج میکنیم، مریض ها وارد بخشای بستری خود بیمارستانمون میشن. ما قرار فکر نمیکردیم اینقدر زیاد باشه راستش. الان داریم به روزی فقط قسمت همین کانکس داره به روزی 100 تا میرسه. یعنی خیلی زیاده، 100 تا فقط پذیرش در کمتر 24 ساعت. یعنی میخوام بگم تعداد خیلی بالا داره میره و این قسمت فقط نقص کانکس رو من دارم آمار میدم و حالا قسمت های بستری موقت دیگه داخل بیمارستان را انداختن که مریض ها این کار براشون انجام بشه. اما ما تا الان تقریبا ورودی بین 60 تا 100 تا رو داریم میزنیم. بیشتر اینها بعضیشون حتی نیاز به این دارن که بستری بشن، ما نگهش رو میداریم که بستریش رو میکنیم. اما بعضی از اینها شرایط سرپایی رو دارن، حالا یه سچویشنشون پایین نیامده، چون اکثر مریض های ما متاسفانه با این واریانت جدیدی که اومده ریه‌ها درگیره. چون ریه‌ها درگیره اکثرا نیاز به داروهایی دارن که داخل بیمارستان تزریق بشه به اینها و مانیتورینگ بشه مریض‌ها. با توجه این بحران پیش اومده من که ما جا نداریم واقعا برای بستری اینها، فعلا مریض‌هایی که سرپاتر هستن یا سچویشن‌های بالاتری دارن یا ضعف جسمانی کمتری دارن رو مثلا سرپایی منیجش رو می‌کنیم. بقیه مریض‌هایی که واقعا اوضاعشون یه حالتی سچویشنش پایین هستش یا سن بالا بیماری زمینه‌ای داره، ترجیح میدیم اونها رو بستری کنیم که مواد برای اونها مشکلی پیش بیاد.